یه بخش فضولیجات داریم ما تو برنامه. خب همونطور که از اسمش کاملا پیداست. آخ آخ این فضولی میکنیم دیگه. خیلی باحال. من عاشق فضولیم. ما البته نه اینکه زبونم رو فکر کنیم مثلا ما در طول برنامه کارمون اصلا کلا فضولی کردنه. دیگه لازم نبود. نه. فضول شنبه مثلا نبود. این دقیقاً فضولیه. بقیه‌اش فضولی نیست که. کاملا به ما مربوطه. فضولی توی کارهایی میخوایم بکنیم که اصلا به ما ربطی نداره. همینجوری مرض داریم. و این هفته هم یه برنامه اینترنتی رو انتخاب کردیم که در رابطه با بانوان هست، خانم‌ها. یعنی در رابطه با اصلا کلاً کل برنامه یه جورایی به خانم‌ها مربوطه. دیگه موجش خانومه، مهموناش خانومن و برنامه جالبیه. بریم فضولی کنیم ببینیم چی داریم. اسکارلت یوهانسن نیست، بی خود بی جد. سینا، تو من گفتی به خاطر اسکارلت بیاد. اعصاب خودتو یه مقدار روش کار بکن. باشه. به جز اسکارلت هم میشه آدم‌های دیگه‌ای وجود داشته باشن. بریم ببینیم آقا. بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام خدایی که سریع الحسابه و به حساب بندگانش به طرفت العینی رسیدگی می‌کنه. یه وقت منظور خاصی نداشته. یه مسیج به فرزاد بدم ببینم سوال بچم اینجوری که این انقدر با عشق و علاقه داشت راجع به طرفت العین همین شریعتاشو یه بذار بعدن حالا بذار ادامه بدیم. سلام، وقتتون بخیر. متشکرم که دارید وقت میذارید و برنامه ما رو تماشا میکنید. این برنامه آبانه که داره از شبکه آپارات تقدیم حضورتون میشه و خیلی خوشحالیم که در قسمت‌های گذشته ما رو همراهی کردید. این پنجمین قسمت از برنامه آبانه که امروز میخواد پخش بشه و ما امیدواریم که این همراهی که تا حالا با ما داشتید رو همچنان ادامه بدید و به این فکر بکنید که این برنامه یک برنامه نوپاست و قراره که ادامه پیدا بکنه و ما هر روز داریم کشف‌های جدیدی میکنیم. کشف؟ مگه چاه نفته؟ البته فکر کنم حالا احتمالاً منظورشون استعدادهای این خانوم‌ها بودن و یا نه خانوم‌ها رو که خیلی وقت کشف کرده بودن. من خودم یکی از اون مکشفان یا مکشفون همین قضیه کشف خانوم هستم. هنوز یه سری این جاهاش هم مونده پشت سرم، میتونم بعد بدنشم تو جزیره. نه تمایلی ندارم ببینم. ادامه این برنامه رو ببینیم. داریم میگردیم و خانم هایی رو پیدا میکنیم که خیلی حرف برای زدن دارن و شاید خیلی مهجورن و شاید هنوز پیداشون نکردیم. یکی از این خانم هایی که خیلی حرف داره واسه یه زدن و شکر خدا مهجور هم نمونده، خود این بزرگوار هستش که الحمدلله کشفش کردن و فقط بعد زمان لازم رو در اختیارش قرار بدن که حرفا رو بزنه دیگه. ببینیم. با تمام تلاشمون با اتاق فکرمون داریم میگردیم دنبال این خانم ها که بیاریمشون حرف بزنیم و از هر دری سخنی. از هر دری سخنی؟ چی؟ نه دیگه، خب برای حرف زیاد دارم واسه گفتم فعلشو حذف میکنین که تایم بیاشه. مهمون امروز برنامه همون اولش بیه خورد شخصی بگم، من خیلی دوستش دارم و اومده اینجا مهمون ما شده، لطف کرده و حرفای شنیدنی خیلی زیادی داره. من واقعا مشتاقم که حرفای شنیدنی ایشون رو بشنوم. البته که بذاره واقعا. بله واقعا. چون در هر سخنی رو باز کرده و حالا افتادیم. بله. ازتون تقاضا میکنم که دقایقی که پیش روه، نیم ساعت، 40 دقیقه، یه ساعت، نمیدونم. خدا ما هم نمیدونیم. سینا چقدر بود این دقایق پیش رومون؟ نیم ساعت، 40 دقیقه، یه ساعت. خب همینجوری حساب میکنن دیگه، مثل شهریار میشه میگه تمدن مثلا 2 3 5000 سال. دقایق پیش رو رو وقتی نیم ساعت، 40 دقیقه، یه ساعت، 2 ساعت، 4 ساعت، 5 ساعت اینجوری حساب میکنیم، یه دفعه تمدن میشه 2 3 5000 10000 سال. بقیه‌اش رو ببینید. خواهش میکنم به دقت به گفتگوی ما دقت بکنید. سینا خاکبازی نکن، یه ذره با دقت کن. سرکار خانم مونا برزویی یکی از بهترین ترانه‌سرای کشورمون امروز مهمون ما هستن. سلام، وقت بخیر. خیلی خوش اومدی. خیلی ممنونم. مرسی، خوشحالم که اینجا هستم. متشکرم عزیزم. همیشه اینقدر آروم و کم حرفی؟ آروم و کم حرف؟ مگه گذاشتی آخه؟ در اون سخنو ببند، بذار یه دقیقه این حرف بزنه. خب نمیدونم، قضاوت با شما در ادامه معلوم میشه. کلا تو زندگی بهت میگه آدم کم حرفی هستی؟ چرا اینقدر آدم کم حرفی؟ چرا سینا؟ تو رو خدا اگه چیزی میدونی به هم بگو، یه خانواده رو نجات میدی از نگرانی. نمیدونم، باید یه موقع های باید سکوت کرد.
مخصوصا وقتی یکی جلوت نشسته که کلی حرف نگفته داره. امیدوارم برنامه این هفته مورد توجهتون قرار گرفته باشه. برای دیدن ویدیوهای قبلی اینجا رو کلیک بکنید، برای دیدن ویدیوهای بعدی اینجا رو کلیک بکنید و اگه دلتون میخواد به عضویت کانال یوتیوب ما در بیاید اینجا رو کلیک بکنید. و اگه نخواستین اینجا رو کلیک بکنید، اینجا رو دیگه کلیک بکنید. و اگه نخواستین این رو هم کلیک بکنید، بعد بفرمایید این رو کلیک بکنید.